ملاحظات کلی بود راجع به روانشناسی انسان ها، یه جور روانشناسی اطوار روح انسان. این لغت روح در اینجا گایسته آلمانی، نمیشه شما اونو ذهن ترجمه کنید، بعضی انگلیسی هم مایند گفت، مایند نیست روح، چون هگل از روح قومی صحبت میکنه، از روح زمانه صحبت میکنه، مایند خیلی فردی تره. این همه گایست باید کنه، سپریت باید کنه، گایست میتونه گستم باشه، یعنی روح جمعی یا چیز دیگه. لغت فرانسهش اسپریه، یعنی سپریت انگلیسی زمان. خب در این قسمت ها که رد میشه با مسیحیت، در واقع بقیه پدیدارشناسی تبدیل میشه به نوعی فلسفه تاریخ، نه اینکه صرفا خود تاریخ، ولی چه روحی بر چیز بر تاریخ اروپا حاکم بود. در اینجا یک نوع در واقع تقابل ایمان و عقل تمام قرون وسطا، این متفکرانی که میان عده‌شون هم از بعدها، البته در نه در ابتدا، شخصی مثل اوگوستینوس سنت اوگوستان که غربیان اونو مقدس میدونن، اونجای خودش اعترافات، کتاب معروف اعترافات، ولی اون بعدن اونا که میان دائما شما در آثارشون و افکارشون رو که مورد مطالعه قرار میدید در قرون وسطا، متوجه میشید که تقابل تو ذهن میان ایمان و عقل، بعضی ها در مطالبشون در نوشته هاشون بیشتر عقربه ذهنیشون متوجه ایمانه، یک کمیش متوجه عقله، بعضی ها برعکس اغلب ذهنیشون بیشتر متوجه عقله و کمش متوجه ایمانه، و بعضی هاشون ایمان عقل اصلا یک چیز بید. در پدیدارشناسی روح گل حالا تمام اینا نه در جزئیات ولی خطوط کلیش آورده میشه، چون در واقع تاریخ فلسفه نیست، فلسفه تاریخ، و بالاخره گفته میشه که هرچی ما در این قرون وسطا جلوتر میریم سهم عقل بیشتر از ایمان میشه، یعنی یه گرایش به سوی عقل انسان بیشتره، تا اینکه دوره تجدید حیات فرهنگی رخ میده که در دوره تاریخ به اصطلاح تحول تجدید حیات فرهنگی، این عقل دیگه بیشتر متفکران چه به لحاظ علوم مثل سیاسی، علوم سیاسی حالت عقلانی دارن، چه در رشته هایی مثل طبیعت، طب و غیره بیشتر به اینا وابسته هستن، و عصر عقل شروع میشه. در این عصر عقل، حالا بازم برمیگردیم به پدیدارشناسی، این حاشیه گفتم که بقیه پدیدارشناسی رو بیان کنم، وقتی که عقل حاکم میشه در قرن 16 و 17، باز هم چند راه میمونه، یکیش همون باز لذت پرستی، که این همونطور که در دوره قدیم دیدیم این هم غایت نمیتونه، و فلاسفه که راجع به لذت پرستی صحبت کردن
همشون تقریبا استثنا نداره که میتونه لذت پرستی خوب باشه یا اصلا باشه، ولی نمیتونه هدف باشه، چون هدف خودش رو نفی میکنه، نمیتونه باشه. پس موضع‌های مختلف ممکن هست در عصر جدید. اولا یک چیزی که در دوره جدید یعنی بعد از تجدید حیات فرهنگی مطرح میشه اصالت فرد، نه اصالت، نمیگیم مسیحیان اینطور، میگیم این شخص مسیحی اینطور، فرد، نویسندگان به صورت فردی مطرح میشه، داستان نویسی، رمان نویسی، آوردن خاطرات شخصی رایج میشه. ما در قرون وسطا اینا رو نداریم، مثلا یک کسی مثل مونتین خاطراتش رو میاره که همه چیز نسبیه، خب یه جا من دیدم اینطوری شد و جای دیگه دیگه دیدم اینطوری نشد، جور دیگه شد. تمام اینها حالت شخصی پیدا میکنه، انسان فرد مطرح میشه که مثلا آخر قرن که فرانسیس بیکن هست علوم تجربی پیشرفت میکنه و اوائل قرن 17 با دکارت من متفکر مطرح میشه، کوژیتو من فکر میکنم، من نظر میدم، ببینید فردیه دیدی. حالا به نظر هگل در پدیدارشناسی این جنبه فردی فرهنگ یا به صورت لذت پرستی انعکاس یافته در نوشته ها، مثل چیزهایی که درباره دونجوان قرن 17 یا کازونووا در قرن 18 هست، اینا لذت پرستی های خودشون توضیح میده در آثار مختلف، در آثار که البته آخرش هم معمولا نتیجه اینه. نمونه سومش که اتفاقا من خیلی خوشم میاد، خنده داره، ولت بسر میکر، ولت بسرر میگه، انگلیسیش رو پیدا کردم، the world better maker، یعنی افرادی که خیالاتی میشن و میخوان جهان رو اصلاح بکنن، ولی فردی، این اگه اینجوری بکنید جهان درست میشه، اگر این میشه موضع‌های فردی هم به جای نمیرسه، اونم باز منفی، یکی خیال بافی کنه که من جهان رو آباد میکنم، من جهان رو از غم و غصه و ناراحتی ها نجات. آنچه که میمونه صرف تاریخ، حرکت در دل تاریخ، نه اینکه هر چه آید خوش آید، ولی تاریخ ما رو مثل یک رودخانه میبره، اون سیر اصلی، اون چیزی که جهت میده به اون رودخانه، اونه. یعنی دانشمندان بزرگ، نویسندگان بزرگ، یا نمیدونم هنرمندان بزرگ، نقاشان، معماران، نگون خطای عمومی بشریت رو دفاع، این میشه. حالا ولی خوب دقت کن، مطابق آنچه که تا حالا هگل گفته، حتی این به آخرش ممکنه به به اصطلاح روح معذب و اندوه بار برسه، که این در قرنهای خودشون به نظر هگل عصر روشنگری، یعنی قرن 18 که کانت فریفته یاره و فهم میکنه بزرگترین قرنه، یک روشنایی کاذب، اون روشنایی اصلی که بشر رو بتونه واقعا نجات بده نیست. به نظر هگل اگر در این بحث‌های استقرایی، استقرا اینجا به معنای تجربی، چرا تجربی؟ تمام این چیزی که در
پدیدارشناسی گفته میشه همش از روی مشاهده و آزمایش، اون چی که گذشته، از امور جزئی. اون با توجه به امور جزئی ما میگیم این تحولات. چه در آخرش؟ به نظر هگل حالا متوجه میشیم که یک قانونی، یک منطقی حاکم بر تاریخ. اون قانونی که حاکم بر تاریخ سلبی و ایجابی رو با هم جمع، یعنی یه جنبه منفی داره همیشه، یه جنبه مثبت. و همین جنبه سلبی و یه جنبه، حالا خوب دقت کنید، جزئی داره، یه جنبه کلی داره. یه جنبه حقیقی داره، یه جنبه واقعی داره. یه جنبه شخصی داره، یه جنبه اجتماعی داره. اگر این سلب و ایجاب رو ما با هم اقدام کنیم، به نظر هگل یک جدل دیالکتیکی تقابلی حاکم بر بقای تاریخ. حالا اینجا اون چی که در آخر پدیدارشناسی گفته میشه، هگل اون رو جمع جور کرده، اول آورده تو پیش گفتار. حالا خوب دقت کنید که اینا رو حتما توجه بفرمایید، خیلی برای من مهمه. اون چی که مقدمه است برای اینکه مؤخر هم هست، آنچه که مؤخر هست برای اینه که در مقدمه هم هست. یعنی علت این که اون پیشگفتار حساب میشه برای اینکه نتیجه شه، و علت این که نتیجه هست برای اینکه در پیشگفتار هم گفته شد. این کاملا نگری ها. آنچه که عمیقا فردیه وقتی درست باشه در این حال جمعی هم هست. اون چیزی که عمیقا جمعیه میتونه فردیم، این ادغام اینا سلب و ایجاب، و این میشه منطق دیالکتیکی. منطق دیالکتیکی البته هگل، چون با مال مارکس سرده فرده، اونجا فقط چیز رو میگه، طبقات رو میگه، طبقات اجتماعی. اینجا فقط طبقات اجتماعی نیست، اینجا اون چیز اصلی. حالا خوب دقت کنید، از هر لحاظ هگل وقتی که این پدیدارشناسی روح در سال 1807 میلادی، درست اول دهه اول میلادی تموم میکنه، فکر نوعی منطق عمومی، نه منطق سوری ارسطویی، تو فکرش هست. این کتاب ما رو میبره به طرف کتاب منطقه که 3 سال بعد در نورنبرگ نوشته، وقتی تدریس میکرده شروع کرده منطقه. مثلا بهترین و عمیق‌ترین کتاب هگل منطقش، ولی این کتاب عمیقه برای اینکه این پیشگفتار و این تجربه قبلی رو همراه داره. میدونید؟ متوجه هستید چرا من اینه میگم؟ حالا این منطق جلد اولش 1811 نوشته شده وقتی دارم به درس میداده، بعد جلدا 4 جلده به مرور جلدهای بقیهش نوشته شده، منتقل شده به هایدلبرگ، به دانشگاه هایدلبرگ. در اونجا اگه اشتباه نکنم 1716 دارت المعارف فلسفه رو نوشته شده. این 3 کتاب معروف‌ترین کتاب های هگل، پدیدارشناسی روح، منطق و دارت المعارف. اینا البته هم کتاب حقوق داره، هم تاریخ فلسفه داره، هم فلسفه تاریخ داره، درساشون درسای عدیده‌ای داده که اینا بعدا جمع شده به صورت بعد از بعضیاش بعد از فوتش زمان تاریخ فلسفه تاریخ رو پسرش بعد از فوتش چاپ کرد، یادداشت‌های درسیش. اینا کتاب زیاد داره، ولی اصل 3 خط اصلیش کتاب فلسفه حقوقش میگویند برای ملاحظه حال امپراتوری پروس، در اینکه کل فلاسفه
آلمانی به خصوص، چه کانت، چه هگل، چه حتی بعدن های دیگر، اینا به دولت هاشون خواستن خدمت بکنن شکی نداشته باشن. حتی کانت اینا بالاخره حامی اون دوره بودن به یه معنی، ولی در این که عمق فوق‌العاده این حرفا داره و کسی که اینا رو نخونده خودش رو از یه قسمت مهمی از فرهنگ غربی محروم کرده شکی هم نداشته باشه، بدون این که قبول کنم، چون اینا رو همش هم انتقادم شده چیزا میشه. Thank you.